أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و هم میهنان ارجمند. پیشاپیش فرا رسیدن نیمه شعبان، سال روز میلاد مسعود و فرخنده قطب عالم امکان، فخر زمین و زمان، حضرت صاحب الزمان علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنم. آرزومند هستم که در این لیالی مقدس و روزهای نورانی ماه شعبان المعظم قلبهایتان سرشار از سرور و شادی باشه. خوشحال هستم که در چنین روزها و شبهای نورانی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با تقدیم برنامه عارفانه. قرار هست که امروز در رابطه با یکی دیگر از حقوقی که حضرت سید الساجدین علیه السلام در کتاب شریف رساله حقوق بیان فرمودن بپردازیم، که عبارت باشه از حق متعلم. و افتخار داریم که در خدمت استاد محترم حوزه و فاضل گرانقدر جناب حاجی فیاض‌زاده باشیم و انشاءالله از حضور ایشان در برنامه امروز استفاده بکنیم. خدمت شما حاجی فیاض‌زاده سلام داریم و همچنین عرض تبریک. علیکم السلام و رحمت الله. من هم از اینجا محضر شما، همکاران شما و همه بینندگان محترم، فرا رسیدن میلاد موعود آخر الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که از جمع پیروان و منتظرانی خوب حضرت باشیم انشاءالله. آمین. خیلی تشکر میکنیم از حضور شما جای فیاض‌زاده بزرگوار در برنامه امروز. در ادامه سلسله صحبتایی که داشتیم در محضر حضرت عالی پیرامون حقوقی که امام سجاد علیه السلام مطرح فرمودند در رساله حقوق، امروز قرار است انشاءالله در رابطه با حق متعلم یا حق شاگرد صحبت بکنیم. در خدمتتان هستیم. بسیار خوب، بحث خوبی رو مطرح کردین و اتفاق خوبی است که ما از یک طرف در آستانه فرارسیدن سال روز ولادت معلم بشریت، آخرین معلم از معلمان بشریت، این آخرین امام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داریم، و همین مناسبت رابطه معلم را با شاگردان روش صحبت کنیم، و از طرف دیگر هم در آستانه فرارسیدن سال تعلیمی 1402 قرار داریم. از این دو جهت این بحث اهمیت داره، خصوصا با توجه به یک فعلا هم شاید در برخی از دانشگاه ها مراکز علمی درس ها آغاز شده باشه. درست. به این مناسبت های مختلف بیانی را از امام سجاد علیه السلام داریم که بدون شک یکی از معلمان بزرگ تربیتی برای جامعه بشر امروز و بشر امروز و بشر آینده هست، که از تعالیم حضرت همه استفاده میکنن و انشاءالله ما هم استفاده کنیم. در رابطه با اهمیت این که استاد یا معلم چه جایگاهی داره قبلا صحبت داشتیم. اولین معلم انسان پروردگار متعال خودش را بیان میکنه، علم الادم اسماء کلها، یا میگه علم الانسان ما لم یعلم. بعد پیامبران الهی، انبیای الهی و از جمله پیامبر مکرم اسلام از بزرگترین معلمان بشر است که بشر را به سوی سعادت و خوشبختی رهنمایی کرده، و بعد امامان معصوم علیهم السلام تا میرسیم به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بیانی که امام سجاد علیه السلام داره در رابطه با حقوق متعلم نسبت به حقوق متعلم است که یک استاد، یک معلم حقوق متعلم و شاگردان را چگونه باید رعایت کنه و چی وظایف و مسئولیت های را در قبال شاگردان و متعلمین داشته باشه، که این بحث هم مربوط به اساتید و معلمین مکاتب هست، هم مربوط به اساتید دانشگاه و هم مربوط به اساتید حوزه علمیه و مربوط به همه کسانی که شاگرد پرورش میتن و علم و دانش به اونها یاد میتن و یا در رابطه با تربیت اخلاقی و تربیت انسانی اونها تلاش میکنن. بله. امام سجاد علیه السلام میفرماید و اما حق رعیت که بالعلم، حق پیروان تو در علم و دانش، حق متعلمین، حق شاگردان، حق مخاطبان شما این است که فانت علمه ان الله قد جعلك لهم فيما اتاك من العلم. معلم و استاد
مهمترین نکته را که باید درک کنه، متوجه باشه و به او باور داشته باشه، اینه که بفهمه و بدانه که ان الله، پروردگار متعال، خدای متعال، قد جعلک لهم، به تحقیق تو را قرار داده برای متعلمین، برای شاگردانت، فیما اتاک من العلم، در اون چی که از علم و دانش برات قرار داده. چی قرار داده؟ تو را به عنوان یک استاد، به عنوان یک آموزگار، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مربی. و ولاک من خزانه الحکمه، و خزانه حکمت را پروردگار متعال در اختیار توی معلم و استاد قرار داده. پس یک استاد، یک معلم در واقع خزانه‌دار حکمت و خزانه‌دار علم و دانش است که این علم و دانش پروردگار متعال عنایت کرده، او زحمت کشیده، تلاش کرده و پروردگار متعال این توفیق را برش داده و این علم و دانش فعلا کسب کرده. این ظرفیت استعداد هم خدا داده و توفیق هم خدا داده. دلسوزی اساتید و دلسوزی همه کسانی که در تحصیل علم انسان نقش داره، همه از اونا رو خداوند تبارک و تعالی فراهم میکنه. لذا میگه استاد و معلمی که فعلا در کرسی تدریس و در کرسی تعلیم نشسته و به عنوان استاد، به عنوان معلم، به عنوان مدرس مطرح شده، این نکته را درک کنه که پروردگار متعال به این مرحله او رسانده و خزانه دار حکمت قرار داده. خب پس چیکار انجام بده؟ در قبال این نعمت بزرگ پروردگار متعال، یک معلم نسبت به شاگرد چه حقوقی را مراعات کنه و چه مسئولیت های را؟ بعد حضرت می فرماید که فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِيمَا وَلَّاكَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَقُمْتَ بِهِ لَهُمْ مَقَامَ الْخَازِنِ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ لِمَوْلَاهُ فِي عَبِيدِهِ وَالصَّابِرِ الْمُحْتَسِبِ. خب امام علیه السلام یک تشبیه خیلی جالب و زیبا داره. درسته. میگه کسی که خزانه‌دار علم و دانشه، کسی که خزانه‌دار حکمته، میگه اگر این آقای حالا دانشمند، استاد، معلم، هر کی باشه، هر عنوانی که داشته باشه، اگر مثل یک خزانه‌داری که برای اموال از طرف مولا تعیین شده، مثل یک خزانه‌دار شفیق باشه، خزانه‌داری مهربان، بله، و مثل یک خزانه‌دار کاملا ناصح و خیرخواه باشه و مثل یک خزانه‌دار صابر باشه، صبر داشته باشه، تحمل داشته باشه، بردباری داشته باشه، مثل خزانه‌دار باشه که هر وقتی انسان‌های نیازمند را مشاهده کرد، متوجه شد، از این خزانه مالی مولا به او بندگانش خلاصه تحویل بده، اعطای داشته باشه و نیازهای او بندگان را برآورده کنه. میگه اگر یک خزانه‌دار شفیق، مهربان، یک خزانه‌دار خیرخواه، یک خزانه‌دار صبور، یک خزانه‌دار دلسوز، بله، وقتی میبینه که این عباد و بندگان مولا نیازمندی به مال و منال و نیازمندی به خورد و خوراک و پوشاک هست و بدون کدام رنج، بدون کدام سختی، بدون کدام بدخلاقی، بدون برخورد نامناسب، با کمال صبر و حوصله، با کمال خوشرویی، با کمال اخلاق نیکو، این اموال مولا را، این اموال صاحب مال را از این خزانه به اون بنده ها، به اون نیازمند ها بخشش میکنه. میگه اگر استاد، اگر معلم هم مثل همین خزانه دار باشه، یک، معلم و استاد باید شفیق باشه، اخلاق خوب داشته باشه، مهربان باشه، برخورد انسانی داشته باشه. بله. خب این اخلاق نیکو، برخورد انسانی نیکو از دو جهت خیلی مهمه. اولا شاگردانی که برای یادگیری، برای تحصیل علم و دانش آمدن، یقینا جنبه تربیتی هم از اهمیتی زیاد برخورداره. بله. و این اخلاق نیکو و برخورد نیکو، شاگرد هم از استاد خودش عملا درس میگیره. صحیح. و با شاگردان آینده خودش و با اطرافیونش در داخل خانه، در اجتماع، در اداره، در بازار و در جاهای مختلف
یک انسان خوش برخورد میآید، به خاطری که این درس اخلاق خوب یا درس خوش برخورد بودن را یا درس خوش اخلاق بودن را عملا در محیط مکتب، در محیط دانشگاه، در محیط حوزه علمیه از استاد فرا گرفته. لذا امام سجاد میگه یک استاد مثل خزانه دار شفیق باشه، درست، شفقت داشته باشه، مهربان باشه، خوش برخورد باشه. یا از این جهت که عملا این اخلاق نیکو رو به شاگردش تحویل میده و از طرفی دیگر این که این شاگرد یک ارتباط بسیار با صمیمیت با استاد خودش برقرار میکنه. به این جهت در گوش کردن مطالب علمی هم دقت بیشتر به خرج میده و اگر مشکلات علمی، سوالهای علمی و گیره های علمی را داشته باشد بسیار به آسانی میتوانه که از این استاد سوال کنه و از خرمن دانش این استاد بهره بگیره. بله. و استاد هم بتونه که به یک شکل بهتر و خوبتر با فضای با صمیمیت این مطالب علمی را بر شاگردش تحویل بده. از این جهت است که امام سجاد میگه یک استاد باید مثل خزانه‌دار شفیق باشه. بله، بسیار زیبا. و جمله بعدی که در این تشبیه امام وجود داره میگه مثل یک خزانه‌دار ناصح. ناصح یعنی خیرخواه. درست. ناصح یعنی دلسوز به شاگرد. ببینیم اساتید در واقع میتونیم اساتید و معلمین یا استادان را به دو بخش تقسیم کنیم. یک دسته از اساتید واقعا به شاگردانشان دلسوزن، مهربانن و احساس مسئولیت داره. بله. یعنی نسبت به شاگرد، نسبت به محصل، نسبت به متعلم بدون مسئولیت نیست. درست. بی تفاوت نیست نسبت به مسائل اخلاقی، نسبت به مسائل تربیتی، نسبت به نظم و انضباط، نسبت به فراگیری علم و دانش، نسبت به تلاش، نسبت به زحمت، به جنبه‌های مختلفی تعلیمی، تربیتی و تحصیلی شاگرد خودش متوجهه و شاگرد خودش تحت نظر داره. اشتباه، خطای، انحراف اگر از اون متوجه شود در بخش‌های مختلف با او گوشزد میکنه، چون دلسوزی داره، مهربانی داره و احساس مسئولیت داره. امام سجاد میگه مثل یک خزانه‌دار ناصح و خیرخواه باشه. این دسته از اساتید هست که امام سجاد در بیانشون را تعریف و تمجید میکنه، میگه باید به می کیفیت باشه. درست. اما یک دسته هم ممکنه باشه، این افراد، انسانهایی که فقط به معاششان کار داشته باشه، به وقت گذراندن کار داشته باشه، که 4 ساعتی که وقت برش از طرف دانشگاه یا مکتب یا حوزه علمیه تعیین شده، این وقت بگذره، حالا شاگردان مطالب را گرفت نگرفت، یا حالا این تعلمش به شکل درست شد یا نشد، اخلاقش، تربیتش، جنبه های دیگرش چی هست نیست، میگه به من استاد کاری نیست. نه، امام سجاد میگه اینطوری باید نباشید. خدا خیرتون بده. احساس مسئولیت کنید. بسیار استفاده کردیم ممنون استاد بزرگوار. عزیزان بیننده خوشمند هستم، همراهی بفرمایید. میان برنامه زیبایی که به مناسبت این شبها و روزها، یعنی ایام و روزهای خجسته میلاد حضرت ولیعصر علیه السلام آماده شده، خدمت شما تقدیم میکنیم و انشاءالله برمیگردیم تا صحبت ما را پیرامون حق متعلق ادامه بدیم. از رسول خاتم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این روایت زیبا و نورانی نقل شده که فرمودن افضل الاعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل، بالاترین و با فضیلت ترین عبادت امت من داشتن انتظار فرج از جانب خداوند متعال هست. این که انسان در شرایط سخت روزگار قرار بگیره و همواره چشم امید و رحمت خدا داشته باشه، همین انتظار فرج هست. از غیبت حجت خدا مالامال از سختی ها و رنج های فراوانی است برای مؤمنین که در چنین شرایط سخت و دشوار مؤمن همواره چشم امید داره به رحمت واسعه الهی، و همین انتظار فرج هست که برترین اعمال امت پیامبر خدا هست. اما از طرف دیگر انتظار زمانی معنا داره که ما اعتقاد به تولد وجود مقدس حضرت مهدی داشته باشیم، و قطعا عقیده حق همین است که ایشان در سال 255 در نیمه شعبان متولد شده و ما در این ایام جشن و سرور که میگیریم به همین علت هست. خداوند متعال شاکر هستیم که الحمدلله این اعتقاد را داریم و
به این مناسبت این ایام را جشن میگیریم. اما گفتگوی ما امروز در برنامه در این شب مقدس که شب میلاد حضرت مهدی علیه السلام باشه در رابطه با این است که یک متعلم و شاگرد از نگاه امام سجاد علیه السلام چه حقوقی بر گردن معلم و استادش داره. بفرمایید. بسیار خوب، در رابطه با بررسی حقوق متعلم بر استاد بحث داشتیم. امام سجاد علیه السلام در یک تشبیه زیبایی که انجام داد، ویژگی های برجسته یک استاد ممتاز و خوب را مطرح میکنه. میگه یک استادی که استاد بهتر، استاد ممتاز، استاد خوب باشه، استاد موفق باشه، مثل یک خزانه دار است که یکی شفیق باشه، مهربان باشه، برخورد انسانی و اخلاقی با شاگردان و با مخاطبین و با متعلمین و محصلین داشته باشه، و دوم این که ناصح باشه. همونطور که یک خزانه دار اموال نسبت به زیردستان و مخاطبان خیرخواه است، یک استاد و معلم هم باید ناصح و خیرخواه باشه و دلسوزی داشته باشه. این مسئله خیلی مهم بود که امام سجاد می‌فرماید. بعد نکته دیگری که در این تشبیه وجود داره، میگه مثل خزانه دار شفیق و ناصح و خزانه دار صابر، خزانه داری که صبر داره، حوصله داره، تحمل داره. شما حتما تجربه استادی را بارها داشتین و کسانی که اکنون میشنوه و تجربه تدریس یا استادی را یا معلمی را اگر داشته باشن، میدانه که تدریس کردن و انتقال معلومات و خصوصا مطالب پیچیده علمی برای محصلین، برای متعلمین، برای مجموعه شاگردان کار دشواری هست، کار سختی هست. لذا نیازمندی به حوصله داره، نیازمندی به صبر داره، نیازمندی به حلم و بردباری داره. به این جهت است که در قدم اول استاد و معلم برای این که اون مطالب علمی را به شکل درست، به شکل علمی و به شکل دستبندی شده و به شکل منظمش در ذهنش ترتیب داده و بعداً برای شاگردان و مخاطبینش انتقال بده، قبل از درس باید زحمت بکشه، تلاش کنه، آمادگی بگیره، یک کتاب نه بلکه چندها کتاب مربوط به او مضمون را، مربوط به او رشته را مطالعه کنه تا بتوانه یک ساعت یا یک و نیم ساعت داشته های علمی منظم، مرتب، مفید و به شکل ساده برای شاگردان انتقال بده و این مطالب تحویل بده. خب یقینا این زحمت را که استاد برای آمادگی مطلب، برای آمادگی کیفیت تدریس میگیره، نیازی به زحمت داره، نیازی به رنج داره، نیازی به تلاش داره، نیازی به کوشش داره و صبر، حوصله انسان را به این جا میرسانه که برای اینکه درسی بهتر و خوبتر داشته باشه، این زحمت ها را متقبل شود. و یک استاد باید، یک اصل مسلم در تدریس، چه در دانشگاه ها، چه در مکاتب و چه در حوزات علمیه و در هر مرکز علمی، یکی از اصول مسلمی که یک استاد باید رعایت کنه، آمادگی کامل برای درس دادنه. و این آمادگی کامل نیازی به صبر، نیازی به بردباری، نیازی به تحمل رنج ها و سختی های زحمات را داره. امام سجاد میگه استاد باید مثل یک خزانه دار صابر باشه، حوصله داشته باشه و این زحمت ها، مشقت هایی را که میکشه، اینا زحمت ها را متحمل شوه و بعداً ثمره و فایدهش خودش در کلاس درس احساس میکنه، چقدر به شکل مسلط و توانمند تدریس میکنه و چقدر شاگردان از تدریس استاد لذت میبره و چقدر مطالب علمی را به شکل زیبا و خوب شاگردان از استاد خود تحویل میگیره. هم استاد لذت میبره و هم شاگرد ازش استفاده میکنه. خب پس صبر در این مرحله لازمه. امام سجاد میگه باید صابر باشه. وقتی استاد در جریان تدریس خب درس برای شاگردان القا میکنه، طبعا خب با شاگردان ممکن مواجه شود که از نظر استعداد، از نظر فهم یک مقداری در سطح پایین باشه. درست. خب استاد اگر درس را هم برای همه شاگردان، برای همه محصلین، برای همه متعلمین تفهیم کنه، نیازمند به است که او سطح انسان‌های پایین را در نظر بگیره. دقیقاً.
و اونا را مورد توجه قرار بده و ممکن است شاگرد مطلب را نگیره و مطالب علمی را خلاصه ای را نفهمه. وقتی ای را مطالب علمی را نفهمید حتما از استاد دوباره سوال میکنه. خب اگر حوصله نباشه، اگر صبر نباشه، اگر تحمل نباشه، یک بار دو بار بار سوم ممکن استاد با این شاگرد برخورد نامناسب داشته باشه. نه، امام میفرماید یک استاد باید صابر باشه. اگر احیانا شاگردان نمیفهمه سوال میکنه، باید استاد در مقابل سوال پاسخگو باشه. ممکن همه سوال ها را در جریان درس یک استاد نتوانه پاسخ بگه و ممکنه وقتیش دیگر شاگردان ضایع شود، ولی در آخر درس در جاهای دیگر میتونه که سوال های شاگردان را پاسخ بگه و این نیازی به صبر و حوصله داره. و ممکنه خیلی از اساتید در کلاس با شاگردان بد اخلاق، با شاگردانی که تربیت خانوادگی درست نداره، خب مواجه شوه، با اونا برخورد کنه. ممکنه شاگرد پیدا شوه که خدای نخواسته به استاد توهین کنه، استاد تحقیر کنه، استاد رو به مسخره بگیره، که یک شاگرد به هیچ وجه باید کار انجام نده. درست. و این حق نداره و یک از زشت‌ترین کارهای است که یک شاگرد در جلسه استاد انتقادی توهین‌آمیز داره یا شخصیت استاد رو مورد تمسخر قرار میده. کار زشته، ولی در جامعه هست، در هر جامعه باشه خلاصه انسان‌های پیدا میشه که استاد رو توهین کنه، استاد رو تحقیر کنه، برخورد غیر اخلاقی داشته باشه، برخورد نامناسب داشته باشه. اگر استاد بردباری، صبر و حوصله نداشته باشه، ممکنه هر روزه با شاگردان درگیر باشه. خیلی اوقات هست که برخی از مطالب را که دیگران میگن باید از پشت گوش رد کنه و به اونا ترتیب اثر نده، حوصله و بردباری را. خدا خیر سامته. جناب استاد فیض زاده، ممکنه در ذهن بینندگان از این سوال خلق بشه که ما صحبت از حق متعلم داریم، ولی چرا شما از بایدهایی میگین که یک استاد باید داشته باشه؟ من باب تذکر عرض میکنم برای خودم و بیننده عزیز که در برنامه اولی که ما آغاز کرده بودیم بحث حقوق و تکالیف را، حضرت علی به این نکته اشاره فرمودن که هر چیزی که برای، چون این رابطه طرفین نیست که برای کسی حق باشه، برای طرف مقابلش تکلیفه. شما وقتی که تکالیف معلم یا وظایف معلم بیان می‌کنید، به این معناست که تک تک این موارد حق شاگردش است. یعنی شاگرد حق داره که از معلم خودش صبر ببینه، حلم ببینه، حوصله ببینه. این خیلی نکته جالب است. حتی اگر شاگرد با تجربه‌ای که در بستر تعلیم خودش قرار داده، ممکنه خلاهایی داشته باشه به لحاظ اخلاقی. اگر شاگرد جهالتی به خرج داد در مقابل استاد، این حق شاگرد است که معلم در مقابل جهل شاگردش صبر و حلمشان بده. بسیار نکته خوبی را اشاره کردین. بله، همینطوره. یک استاد در مقابل شاگرد باید صبور باشه تا اینکه حق شاگرد ادا شود. امام صادق هم، امام سجاد علیه السلام هم که میگه استاد شفیق باشه یا صابر باشه، هدفش همینه. بله. که حق شاگرده که استاد باید به این سرحد باشه تا بتونه به انواع مختلف شاگردان خود درس خود و طالب علمی خود و داشته های خودش را انتقال بده. دقیقاً. خب بعد از اینکه امام سجاد استاد رو به یک خزانه‌دار شفیق، ناصح و خیرخواه و صابر تشبیه میکنه، بعد تشبیه بعدی اینه که میگه یک خزانه‌دار خوب خزانه‌دار است که وقتی نیازمندان را ببینه و با اونها مواجه شوه، از این خزانه مالی مولا به اون نیازمندان میبخشه، نیازهای اونها را برطرف میکنه. یک استاد و معلم خوب اگر بنا باشه حق متعلمین را و حق مخاطبین را و حق دیگران را ادا کنه، باید این داشته های علمی خودش را، این سرمایه های علمی خودش را، این خزانه علمیش را در معرض استفاده شاگردان قرار بده. بسیار وظیفه مهم استاد همینه دیگه. بله، و از این طرف هم حق شاگردی است که معلم همه آنچه را که از خزانه های علم و حکمت داره در اختیار شاگرد قرار داده، و اگر معلم این کار نکنه، حق شاگرد ضایع شده در واقع. خدا خیرتون بده، ان شاء الله باز می‌گردیم تا مطالب باقی مانده روش صحبت بشه. بینندگان محترم، خوشمند هستم همراهی بفرمایید. باز هم میان برنامه زیبای دیگه اومده نش هست، ان شاء الله پس از این بخش خدمت شما عزیزان بیننده باز خواهیم گشت. خیلی تشکر میکنیم از اینکه همچنان
بیننده برنامه خودتان عارفانه هستین از شبکه جهانی تمدن در این شب و روز بسیار پرمیمنت میلاد مسعود حضرت ولیعصر علیه السلام. یکی از مهمترین کارهایی که سبب شادی قلب مقدس امام عصر علیه السلام میشه یادگیری معارف دین هست. حضرت در توقیع شریفشان فرمودن قد آذانا جهلاء الشیعه و من کان دینه جناح البعوضه ارجح من، فرمودن همانا آنانی که جهل نسبت به دین و معارف دین دارند سبب اذیت و آزار ما شدند، کسانی که دینداریشان در مقایسه با وزن بال یک مگس کمتر از آن است. این نکته‌ای که عرض کردم نشان می‌ده که امام عصر علیه السلام مهمترین چیزی که از ما توقع دارن و باعث شادیشان بشه این است که از معارف دین انشاءالله بهره‌مند بشیم و خود ما را نسبت به این معارف آگاه بسازیم. صحبت هم امروز در رابطه با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام و بیان نورانیشان در رابطه با حق متعلم هست که انشاءالله همین معارف را یاد بگیریم قطعا بتانیم موجبات شادی دل مقدس آن حضرت را فراهم بسازیم. در خدمتتون هستیم. بسیار خوب، امام سجاد علیه السلام وقتی حقوق متعلم را مطرح میکنم مخاطبش معلم و استاده، بزن میگه و ام محق رعیتی که فی العلم، توی استاد یا معلم وقتی به عنوان خزاندار علم و خزاندار حکمت قرار گرفتی و این توفیق را و این نعمت را خدا بر تو بخشیده، پس تو باید یک اخلاق نیکو داشته باشی، برخورد خوب داشته باشی، شفیق و مهربان باشی و همچنان ناصح باشی، خیرخواه باشی، دلسوز باشی و در قبال شاگردان احساس مسئولیت داشته باشی، بی تفاوت نباشی که فقط درس دادم و گذشت و تمام، احساس مسئولیت کنی، دلسوزی داشته باشی. و بعد فرمودن که باید صبور باشی تا شاگردان، محصلین و متعلمین بتواند از خیرمن علم و دانش شما به شکل بهتر و بازترش استفاده کنه. و در یک مقطع از صحبت ها می فرماید که یک استاد و معلم باید مثل خزانه دار باشه که وقتی نیازمندان را میبینه از این اموال به اونا ببخشه، نیازهایش برطرف کنه. خب وقتی یک استادی در هر جایی که به عنوان استاد در کرسی تدریس قرار میگیره، در پیش تخته یا میز تدریس قرار میگیره، نیازمندان علمی در اونجا حضور پیدا کرده، چه در صنف‌های دانشگاه، چه در صنف‌های مکتب، چه در صنف‌هایی که در حوزات علمیه و مدارس دینی هستند، خب شاگردانی که بخش زیاد از عمر یا گرانبهاترین سرمایه خودش که فرصت و عمر باشه 4 ساعت در محضر استاد میگذاره، بله، و تمام فرصت‌ها رو گذاشته برای که از استاد استفاده کنه. میگه باید این استاد مثل یک خزانه‌دار دلسوز و شفیق و مهربان و صابری باشه که وقتی این نیازمندان را میبینه که همه چشم دوخته و تلاش داره که از زبان استاد مطالب علمی را بگیره و چی داره از استاد بیاموزه، استاد باید این علم و دانش را و این خزانه حکمت را نشر کنه و برای نیازمندان برسانه. به همین جهت است که ما در برخی از روایات داریم که می‌فرماید زکات العلم نشرو. مثلا زکات علم اینه که انسانی که یاد داشته باشه به دیگران یاد بده. اینطور نشود که من خیلی از مطالب علمی را میدانم اما مطالب مفید و علمی را در درون سینه خود برای خود نگهداری کردم. و وی باور هستم که اگر این شاگردایی که در طب مثلا پیش مدرس می‌خونه این فنون را یاد داشته باشه یا این مطالب و نکات ریز علمی را یاد داشته باشه، پس این شاگرد با من استاد برابر میشه. یا منی که در حوزه علمیه تدریس میکنم یا کسی که در مکتب تدریس میکنه، وقتی به این باور باشه که من این مطالب علمی را اگر به شاگردان تعلیم کنم، خب پس شاگرد به من استاد به یک مرحله میرسه. خب یقینا این باور اشتباهه. این باور اگر من داشته باشم یا کسی دیگری داشته باشه، نه، هر چیزی که انسان از این خزانه علمی داره و این نعمت الهی در اختیار انسان قرار داره، وقتی دیگران نیازمنده که این مطالب را از من استاد یاد بگیره و از اونا استفاده کنه، زکات العلم نشره. ما باید این را نشر کنیم، به دیگران برسانیم، به دیگران یاد بدیم و اون مطالبی که برای اونا مفیده. لذا امام سجاد میگه یک استاد باید مثل همین خزانه‌دار باشه که نیازهای مخاطبین خودش را
برطرف کنه. در واقع جناب استاد، یعنی معلم حق نداره که علم خود و دانش خود دریغ بکنه از شاگردان. بله. اگه کارو بکنه در واقع حق شاگردان را ضایع کرده. بله. بلکه هر آنچه را که از معارف میدانه یا از علم و فنون میدانه در اختیار شاگردان خودش باید در طبق اخلاص بگذاره. بله. و ارائه بکنه. نکته دیگری که میتونیم از فرمایشات ائمه معصومین و در کل از مطالب و معارفی که ما در دین مقدس اسلام داریم در رابطه با استاد خدمت شما عرض بکنیم، اینه که یک استاد یا یک معلم فقط تمام همغمش رساندن مطالب علمی نباشه. بله. خب کار بسیار خوبه که یک معلم و استاد خب مطالب علمی را برسانه. درست. و همه شاگردان برای تحصیل علم دانش آمده، ولی یکی از بالهای مهم موفقیت در کنار علم و دانش برای محصلین و متعلمین اخلاق و تربیت درونی شاگرده. صحیح. در داخل خانه ممکنه افراد مختلف با تربیت های مختلف تربیت شده باشه. بله. ولی 12 سال در محیط مکتب و بعد 4 سال یا 6 سال یا 8 سال در محیط دانشگاه مستقیما زیر تربیت استاد قرار میگیره. بله. در اینجا استاد باید احساس مسئولیت کنه. همونطوری که توجه به جنبه علمی و تحصیلی یک شاگرد داره، توجه به جنبه تربیتی و اخلاقی یک شاگرد هم داشته باشه. یعنی خود استاد در قدم اول عملا به عنوان یک استاد باشه که هم جنبه علمی رو داشته باشه و هم جنبه تربیتی را، نظم در صنف و نظم در درس ها و مطالب زیادی که ظاهرا وقت خیلی نداریم. درست. این مطالب هست که باید استاد ایرا توجه داشته باشه و امام سجاد علیه السلام هم خب در اوصاف استادی که حق شاگرد رعایت میکنه. بله. این بیانات داشت که خدمت شما عرض کردم. خیلی استفاده کردیم جناب استاد فیض‌الله، تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. بینندگان محترم، از همراهی یکایک شما هم سیمانه تشکر میکنم. تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم. آرزومند هستم که انشاءالله در این ایام همه شما بینندگان عزیز، امیدوار هستم که در مجالس شرکت بکنید و انشاءالله به یاد امام علیه السلام باشیم. و از خداوند متعال میخواهیم که در این شب مقدس عیدی همه ما را تعجیل در فرج آن حضرت قرار بده. تا دیدار آینده، خداوند حافظ و نگهدارتان.